اسرائیل که از نوادگان ابراهیم بودند، در آغاز عبرانی نامیده می شدند و سپس بنی اسرائیل و در نهایت به یهودی شهرت یافتند که خود به 12 قوم تقسیم می شود. این قوم بازماندگان قبایلی هستند که ابتدا در حدود 4000 سال پیش در جنوب بین النهرین ساکن بودند. بعد به سرزمین کنعانیان و سپس به مصر مهاجرت کردند. در مصر بسیار مورد ظلم و ستم قرار گرفتند تا اینکه با موسی در حدود 3350 سال پیش طی مهاجرتی دوباره به سرزمین کنعان انتقال یافتند. این قوم در حدود 11 قرن قبل از میلاد مسیح کشوری مستقل را ایجاد کردند که اسرائیل نامیده می شود. از شاهان نامی آن می توان از داوود و پسرش سلیمان نام برد. در زمان سلیمان اسرائیل به نهایت درجه آبادانی و رونق اقتصادی خود رسید. بعد از مرگ سلیمان در سال 931 قبل از میلاد، یک پارچگی اسرائیل مدت زیادی دوام نیاورد و در قرن دهم قبل از میلاد این کشور به دو قسمت تجزیه شد. بعد از مرگ سلیمان، پسرش رهبئام به سلطنت رسید. یربئام با قیام بر ضد او در قسمت شمالی اسرائیل کشوری مستقل ایجاد کرد که همانند قبل این قسمت تجزیه شده کشور اسرائیل نام گرفت و قسمت جنوبی که تحت فرمان روایی رهبئام بود، پادشاهی یهودا نام گرفت. طبق گفته تورا در ارمیا بخش 25 به نام 70 سال اسارت آمده است که ارمیای نبی که یکی از پیامبران قوم یهود بود به این قوم که بعد از موسی به ظلم و ستم و بت پرستی روی کرده بودند هشدار داده بود که خداوند می‌فرماید شما را مجازات سختی خواهم کرد و شما برای مدت 70 سال پادشاه بابل را بندگی خواهید کرد. اما این قوم همچنان به گناهان خود ادامه دادند تا اینکه بختالنصر به این قوم حمله می کند. در تاریخ آمده است که بختالنصر دوبار به فلسطین حمله کرده است. مرتبه اول در سال 597 قبل از میلاد بود که در این حمله اورشلیم غارت شد و 2000 نفر از بزرگان یهود به بابل تبعید شدند. مرتبه دوم حمله بختالنصر در سال 586 قبل از میلاد. علت حمله این بود که صدفیا سلطان دست نشانده بختالنصر ارهوی شورید. به روایت تاریخ بختالنصر که سوگن یاد کرده بود تا جویی از خون به راه بیندازد با جسارت تمام به شهر حمله کرد و هرچه بر سر راه بود ویران کرد و سپس با سپاهیانش راهی بیت المقدس شد. او حرمت معابد را شکست و عبادت در آنجا را تعطیل کرد. از میان مردم اورشلیم هزاران نفر را به اسارت و بردگی گرفت و بقیه را بدون هیچ سوال و جوابی میکش و گردن میزد. اموال مردم را به تاراج برد و در اندک مدتی شهر را با خاک یکسان و به تلی از آوار تبدیل نمود. او عده‌ای را که به اسارت و بردگی گرفته بود با خود به بابل برد. که ارمیای پیامبر نیز یکی از آنها بود. بختالنصر در بابل چاهی عمیق حفر نمود و ارمیای پیامبر را به همراه ماده شیری درون آن چاه انداخت. در روایت دیگر آمده است که هنگامی که بختالنصر اورشلیم را در سال 586 پیش از میلاد فتح کرد، دستور داد ارمیا را آزاد سازند و با وی به نیکی رفتار کرد. اما چون زمان مرگ ارمیا مصادف با زمان حمله بختالنصر است، روایت اول را معتبرتر می‌توان دانست. در اواخر سده 8 پیش از میلاد ماتا که یکی از اقوام ایرانی تبار بودند در ایران غربی در منطقه حکمتانه یا همدان امروزی گرد هم جمع شدند. دیاگو شخصی از قوم ماد بود و چون مردی بسیار ساله و درستکار بود و به درگیری‌های مردم عادلانه قضاوت می‌کرد، مردم او را با رأی خود به حکومت کردن بر خود برگزیدند و او اولین پادشاهی بود که به رأی و خواست مردم انتخاب شد و این نیز اولین دموکراسی جهان بود. مادها نیرو گرفتند و با آشوریان که به آنها یورش برده بودند جنگیدند و طی جنگ‌هایی که حدود 100 سال به طول انجامید آنها را شکست دادند و دولتی بنیان نهادند که 120 سال فرمانروایی کرد. ایشتوویگو که آخرین پادشاه ماد بود بعد از لشکرکشی به قفقاز و جنگ با لیدیه به کوروش حمله کرد، ولی سپاهش بر او شورید و او را دستگیر کرده و به کوروش تحویل دادند. بدین ترتیب حکومت 120 ساله ماد پایان یافت. سپس بسیاری از مقامات مادی در حکومت هخامنشین دارای جایگاه والایی شدند و استان ماد هم دومین استان هخامنشین پس از استان پارس بود. اشیای نبی یکی از پیامبران قوم بنی اسرائیل بین سالهای 740 تا 681 قبل از میلاد بود که زمان مرگ او 81 سال قبل از تولد کوروش کبیر است. او در تورات به آینده اشاره می کند که یهودیان در بند بابل هستند و از طرف خداوند یک منجی برای آنها خواهد آمد.
در تورات اشعیا 46 باب 11 که به دست اشعیا نبی نوشته شده آمده است. یهودیان بابل که پس از تسخیر بیت المقدس و ویرانی آن به وسیله بختالنصر اسیر و به بابل آورده شده بودند، برگرفته از پیشگویی‌های پیامبران گذشته، پیوسته در انتظار نجات دهنده‌ای بودند تا قیام کند و آنان را به سرزمین دیرین پدریشان بازگرداند. در تورات اشعیا 45 باب 12 آمده است: من زمین را ساختم و انسان را بر روی آن خلق کردم. با دست خود آسمان‌ها را گسترانیدم. ماه و خورشید و ستارگان زیر فرمان من هستند. اکنون کوروش را برانگیختم تا به هدف عادلانه من جامعه عمل بپوشاند. من تمام راه‌هایش را راست خواهم ساخت. او بی آنکه انتظار پاداش داشته باشد، شهر من اورشلیم را بازسازی خواهد کرد و قوم اسیر مرا آزاد خواهد ساخت. برگرفته از تاریخ، یهودیان همچنان در اسارت بودند تا اینکه در بهار سال 539 پیش از میلاد کوروش آهنگ تسخیر بابل را کرد و وارد جنگ با بابل شد. این نبرد که نبرد اوپیس نام داشت، باعث زمین شدن امپراتوری بابل به خاک هخامنشیان شد. مکان دقیق این نبرد شهر اوپیس بر روی رودخانه دجله در 80 کیلومتری بغداد امروزی بوده است. به گواهی اسناد تاریخی و عقیده پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده است و در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد مسیح کوروش وارد پایتخت شد. کوروش پس از فتح بابل برای نخستین بار در تاریخ جهان فرمان داد که هر کس در باورهای دینی خود و اجرای مراسم مذهبی خیش آزاد است و بدین سان کوروش اصل سازگاری بین ادیان و باورها را پایه‌گذاری کرد. کوروش فرمانی صادر کرد و طی آن اعلام داشت که خداوند جمیع کشورهای روی زمین را به او داده و به وی امر فرموده که خانه‌ای برای او در بیت المقدس بنا کند. بنابراین کلیه قوم یهود مجازند به بیت المقدس برگردند و در ساختن خانه خدا شرکت کنند. پس از فرمان مذکور، کوروش فرمان دیگری صادر کرد که معبدی را که بختالنصر خراب کرده با هزینه خزانه دولت خودش پرداخت شود و ظروف طلا و نقره که بختالنصر از بیت المقدس به بابل آورده است به ملت یهود برگرداند. سپس 42,000 نفر اسرائیلی با 7,000 نفر غلام و کنیز به طرف فلسطین رفته و به تجدید بیت المقدس پرداختند و بدین ترتیب قوم بنی اسرائیل دوباره به سرزمین موعود برگشتند. همانطور که دیدید، معبدی را که سلیمان بنا کرده بود بختالنصر ویران کرد و قوم یهود را به بردگی گرفت و سپس کوروش قوم یهود را آزاد کرد و دوباره معبد را در محل معبد سلیمان بنا کرد. سپس عیسی در انجیل وعده می‌دهد به دلیل اینکه او توسط یهودیان رد شده است، معبد به صورت کامل تخریب می‌شود. این معبد تا زمان 70 سال بعد از میلاد وجود داشت تا به وسیله تیتوس و نیروهای رومی به طور کامل تخریب شد. معبد سلیمان بر روی تپه موریا قرار داشته است. در سال 1879 میلادی توسط باستانشناسان کلدانی در میان ویرانه‌های بابل استوانه فرمان کوروش کشف گردید و اکنون اصل آن در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. متن منشور را اوپنهایم در سال 1955 با نهایت ژرف‌نگاری برگردان کرده که در کتاب متن خاورمیانه باستان چاپ شده است و پس از آن بسیاری دیگر متن را تکرار و کاملتر کردند. این منشور 45 سطری که به اعلامیه کوروش و منشور آزادی شهرت دارد، در بین سالهای 530 تا 505 قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. در قسمت‌هایی از این منشور چنین آمده است: در سطر 15 آمده است که او کوروش را برانگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد، در حالی که خودش همچون یاوری راستین دوشایوش و او گام برمی داشت. مردوک مقدر کرد تا کوروش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود. همانطور که می دانید، در دوران پادشاهان هخامنشی پس از کوروش بزرگ، از جمله داریوش بزرگ که خیشاوند کوروش بوده است، اهورامزدا گرامی داشته شده و به عنوان خدای بزرگ که آسمان و زمین را آفریده مطرح می شود و همچنین به نظر می رسد کوروش نیز یکی از آیین‌های ایرانی را داشته و پرستنده اهورامزدا به عنوان خالق و آفریننده یکتا بوده است. اما می‌بینیم که کوروش در این لوح 12 بار خدای مردوک را به زبان می‌آورد و او را پرستش می‌کند.
و همچنین میبینیم که در تورات خدای بنی اسرائیل که خود را تنها آفریننده جهان معرفی میکند، کوروش را به عنوان برگزیده خداوند و نجات دهنده بنی اسرائیل معرفی میکند. مطمئناً این ذهنتان را مشغول کرد، اما لطفاً هیچ برداشتی نکنید و مطالعه در این باره را آغاز کنید و ویدیوی بعدی ما را که در آن به آشنایی با خدای کوروش پرداخته ایم تماشا کنید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای تماشای ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.